بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هزاران نفر از زائران آذربایجانی برای شرکت در مراسم بزرگداشت اربعین امام حسین علیه السلام از طریق مرز ایران راهی عراق شدند. گفتنیست دولت آذربایجان در سالهای گذشته با تشکیل هیئتی تخصصی در امور مذهبی مأموریت سازماندهی زیارت زائران آذربایجانی از عتبات عالیات در عراق را به عهده داشته است. لازم به ذکر است در سالهای گذشته بین 30 تا 35 هزار زائر آذربایجانی در مراسم زیارت اربعین حسینی شرکت کردند که نشان دهنده میزان علاقه آنان به این مناسبت بزرگ است. نخست وزیر عراق با حضور در شهر مقدس کربلا اقدامات اجرایی برای ساخت 4 پروژه صنعتی در شهرک صنعتی کربلا را افتتاح کرد. بر اساس بیانیه نخست وزیر عراق، این 4 پروژه شامل کارخانه گازهای صنعتی با ظرفیت تولیدی 1000 تن در روز، کارخانه روغنهای سفید با ظرفیت 1000 متر مکعب در روز، کارخانه حلالهای عالی با همان ظرفیت و کارخانه تختیر خلع با ظرفیت 2500 تن در روز است. السودانی گفت که شهرک صنعتی کربلا شهرکی تخصصی به شمار می رود که در آن از فراورده های نفتی و نفت خام بهره برداری می شود. به منظور انتشار پیام حقیقت و عدالت امام حسین علیه السلام، 32 نشست سالانه روز امام حسین با حضور رهبران ارشد سیاسی و مذهبی ادیان و مذاهب گوناگون در بنگلور هند با هدف تقویت وحدت در برابر تعصب و خشونت برگزار شد. موضوع این گردهمایی مظهر حقیقت و عدالت بود تا با بهره‌گیری از روح زندگی امام حسین علیه السلام، پذیرش تنوع و ارائه یک جبهه متحد در برابر تعصب و تفرقه به تصویر کشیده شود. گروهی از چهره‌های برجسته جمله سیاستمداران با نفوذ، واعظان ارشد و علما در این نشست بر اهمیت این موضوع با توجه به بحران‌های امروزی بشر سخن گفتند. مشایخ نمادین اربعین حسینی در خیابان‌های میلواکی، بزرگترین شهر ایالت ویسکانسین آمریکا، به تأسی از مشایخ میلیونی اربعین حسینی در شهر مقدس کربلا برگزار شد. مسئولین این مشایخ، مرکز دارالحکمه و مرکز اسلامی شیعیان میلواکی، در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشتند شرکت کنندگان از خیابان بزرگ ویسکانسین عبور کردند و با حمل پرچم‌ها و بنرهای حسینی عشق خود را به امام شهیدشان ابراز کردند. گفتنیست این راهپیمایی شاهد شرکت عزادارانی از اهل تسنن و همچنین کشیشان مسیحی نیز بود. شورای روابط آمریکایی اسلامی، بزرگترین سازمان حقوق مدنی و مدافع مسلمانان در آمریکا، قتل صدها مسلمان روهینگیایی از جمله زنان و کودکان توسط هواپیماهای بدون سرنشین در میانمار را محکوم کرد. مسلمانان روهینگیایی در حالی که از خشونت در میانمار می‌گریختند، هدف حمله پهپادها قرار گرفتند و کشته شدند. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن حدود 200 نفر است و ارتش آراکان مسئول این قتل بوده است. در بیانیه شورای روابط اسلامی آمریکایی آمده است زمان آن رسیده که جهان برای پاسخگویی دیکتاتوری نظامی میانمار به خاطر جنایات مستمر نجات پرستانه و اسلام هراسانه علیه بشریت اقدامی ملموس انجام دهد. رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدری گفت که قدمت آسیاب نویافته به دوران قاجار میرسد. در پی نشست زمین در روستای قلعه نوی شهرستان تربت حیدری در استان خراسان رضوی، بقایای یک آسیاب تاریخ از دل خاک بیرون آمد. به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدری، اقدامات تکمیلی آواربرداری برای بیرون کشیدن کامل بنا از دل خاک ادامه دارد. رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدری درباره پیشینه آثار تاریخی موجود در روستای قلعه نو نیز گفت
که در این روستا آثاری به جا مانده از دوران صفویه هم وجود دارد، اما بیشتر آثار تاریخی منطقه مربوط به دوران قاجار و پهلوی است. کوره‌ای به طول 2 متر در آرسلان تپه واقع در کشور ترکیه کشف شد. گفتنی است این کوره متعلق به سالهای 4200 تا 4400 قبل از میلاد بوده است. این کوره تاریخی در ادامه حفاری‌های باستانشناسان در آرسلان تپه مالاتیا که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد کشف شد. محققان پیشتر از ارتباط ریز پلاستیک ها و مشکلات سلامت مانند ناراحتی های قلبی، بی‌تعادلی هورمونی و حتی سرطان خبر داده بودند. واحد پزشکی دانشگاه دانوب در اتریش به تازگی تحقیقی انجام داده است که نشان می‌دهد نوشیدن آب از بطری‌های پلاستیکی ممکن است فشار خون را افزایش دهد. این تأثیر به دلیل ورود ریز پلاستیک ها به جریان خون است. خبرنگاران افغانستانی ساکن اروپا و آمریکای شمالی میگویند که پژوهش‌هایشان نشان می‌دهد که طالبان در 3 سال اخیر 309 خبرنگار را زندانی کردند. در اعلامیه این خبرنگاران که به مناسبت سومین سالروز سقوط کابل و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شده آمده است که این آمار شامل مواردی است که رسما تایید شده و ممکن است آمارهای واقعی بیشتر باشد. خبرنگاران افغانستانی ساکن اروپا و آمریکا همچنین گفتند که تعداد خبرنگاران زن در داخل کشور افغانستان 95% کاهش یافته است. در سومین سالگرد حکومت طالبان، عفو بین الملل این گروه را به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه علیه زنان متهم کرده است. این سازمان افزوده در حالی که مردم افغانستان با ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کنند، حکومت طالبان و جامعه جهانی طی 3 سال هیچ اقدام معناداری انجام نداده است. سازمان حقوق بشر گزارشی را بر اساس مصاحبه با 150 شهروند افغانستان از جمله مدافعان حقوق زنان، دانشگاهیان، زنان معترض، فعالان، جوانان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران تهیه کرده است. آمارهای سازمان ملل متحد از گزارش‌های متعدد این سازمان نشان می‌دهند که در 3 سال گذشته 1182 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2904 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های 3 ماهه ملل متحد در این مدت همچنین 15865 رویداد مرتبط به امنیت را ثبت کرده که 361 مورد آن مداخله داعش خراسان بوده است.